حک هیچ انسانی رو نداریم. الان خود عهدنامه مالک اشتر در سازمان ملل به عنوان یکی از مستندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر نگهداری میشه. انسان نجس نمیشه، نجس ظاهری نمیشه، ما قائل به طهارت انسان هستیم. یه قدری تو احکام ما دقت بیشتر باید بکنیم. ما الان در کنار بقیه انسان‌ها داریم زندگی میکنیم، ما امروز در یه دنیای دیگری داریم زندگی میکنیم، و لذا من حتی نظراتی در باب ارتداد دارم. اتفاقا این شکش باید از نظر من مقدس باشه، این داره تحقیق میکنه به نتیجه برسه. همین اخیر رئیس جمهور فرانسه آمد به عراق، رفت حرم کاظمه، داخل حرم کنار زری، این برای اداء احترام داره میره، این مسیحی این یهودی به عنوان اداء احترام آمد در مجلس ما، چه اشکال داره؟ جرداغ مسیحی نسبت به علی ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانیه. ایشون را می افتاد، می رفت محله یهودی ها، می افتاد دنبال جنازه یهودی که از دنیا رفته با مشیعین، تا قبرستان همراهی می کرد اینها رو. می گفتن سالها این کار رو کرد، اینقدر این کار رو کردن تا این رسم بر افتاد که جنازه یهودی هم احترام داره. این ما حق نداریم توهین بکنیم. یا هیچ وقت من احساس نکردم در خانه آقای بروجردی که من با مسلمان‌هایی که تو اون خانه هستن تفاوتی دارم. خب این خیلی مهمه، این کرامت انسانی است که یه مرجع، خب این مرجعی است که فقر رو میشناسه. این رو نقل می‌کردن از خود اون آقای حکیم یوسف. تا این زردشتی گفت من میخوام شریک باشم، ایشون بلافاصله گفت قبول میکنم. خیلی خوشحال شد. دست آقای بروجردی که گرفته بود دوباره گرفت، بوسید، گفت من دعا میکنم خداوند اخلاص آقای یگانگی رو به ما بده. یعنی این زردشتی هم میتونه اخلاص داشته باشه و ما هم میتونیم این اخلاصش رو ببینیم و برای ما باشه. این مال بهایی میگن حرمت نداره، آقای بروجردی حرمت قائل شد برای مال بهایی. یه هیئتی از قوم، از علما، آقای بروجردی فرستاده اونجا، شب در آبادی بهایی نشین خوابیدن که مسلمان ها حمله نکنن، و مسلمان ها به احترام اینا حمله نکردن برای حفظ جان بهایی. شما امام موسی صدر را ندیده بودید، خیلی زیبا بود چهرش، قد بلند داشت، خوش لباس بود، خوش بیان بود، قشنگ صحبت میکرد، خیلی امتیاز داشت. اگر آقای صدر وقتی این خانم آمد که ببوسدش و بغلش کنه روشو میکرد اون طرف، یا دست رد بیزد به سینه خانم، آیا حد که اون خانم لازم می آمد یا لازم نمی آمد؟ الان که هر تلفنی که دست هر بچه ای هست قابلیت داره، تمام آثار مکتوب از هر مذهبی، از هر شخصی بیاره در این تلفن، اینجا کتب زلال موضوعش چیه؟ در همون عهدنامه مالک اشتر، مگه نمیگه قبل از تو بزرگان اینجا بودن، سنت های خوبشون رو حفظ کن. خود اسلام که آمده چند تا سنت جاهلیت رو حفظ کرده، طواف هفتگانه مگه سنت جاهلیت نبوده؟ گاهی در ایران به مثلا سنت نوروز حمله میکنه، خب چرا یه سنت خوبه در بین مردم، چرا اینا از بین ببریم؟ نیاز بشر به معنویت بیشتر از گذشته شده. ما جدا نمیخواد بگیم شیعه بشید، ما نمیخواد بگیم شیعه بشید، اما این تراث معنوی رو عرضه بکنیم برای آرام کردنشون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في سلسلة حوارات فكرية ومعرفية على قناة حيرة. حوارنا اليوم مع سماحة آية الله السيد علوي البروجردي، أستاذ الدراسات العليا في الفقه والأصول في الحوزة العلمية بمدينة قم في إيران، والضيف الكريم حفيد العلامة المرجع السيد حسين البروجردي رحمه الله. مساء الخيرات سيدنا، مشكورين أننا في خدمتكم. الله يحفظكم ويرعاكم. السؤال الأول سيدنا هو حول البعد الإنساني في الفقه الإسلامي، إذ تقول الآية الكريمة ولقد كرمنا بني آدم فكل البشر مكرمون بحسب الآية، وتقول الآية الأخرى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث الشريف الناس سواسية كأسنان المشط. فهل الفقه الإسلامي ينظر إلى مختلف البشر بأديانهم وأعراقهم وإثنياتهم وثقافاتهم المختلفة نظرة احترام وتكريم وتجليل ما لم يكونوا من الظلمة والمفسدين والمعتدين؟ وما هي أمثلة ومصاديق هذا التكريم في أحكامنا الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما در فقه إسلامي برای انسان حقوق و کرامت قائلیم جدای از عقیدش و وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در عهدی که با مالک دارند در اون نامه تصریح می فرمایند به مالک که شما که به مصر میرید مردم اونجا دو دستند، اما اخون لکه فی الدین و اما نظیرون لکه فی الخلق. خب نظیرون لکه فی الخلق یعنی مثل شما مسلمان نیستند اما مثل شما انسانند، اینا حقوق دارند. اگر از نظر فقه ما کسی مسلمان نبود اینجور نیست که حق نداشته باشه، هیچ حقوقی در جامعه اسلامی و در جوامع غیر اسلامی نداشته باشه. همونجور که برای خود انسان مسلمان حقوق و کرامتی هست، برای افراد غیر مسلمان هم همین کرامت هست. ما میبینیم خود آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه وقتی که به مدینه مهاجرت کردند، دو قبیله بنی نظیر و بنی قریظه در مدینه بودن، یهودی بودن اینها. خب پیغمبر مراوده باشون داشتن، رفاقت داشتن تا زمانی که اونها مقابل پیغمبر ایستادن و جنگیدن. اونجا وقتی کسی می ایسته می جنگه انسان از خودش دفاع میکنه، هر که باشه، هر عقیده‌ای باشه، این مسئله جداست. یا کسانی که مسیحی بودن می آمدن پیش پیغمبر، پیغمبر تکریمشون میکرد. بالاتر از همه اینها وجود مقدس امام صادق ابن ابل اوجاع، مادی بود، به اصطلاح امروز ماتریالیست بود، می آمد محضر امام صادق و تمام از بحث های خداشناسی و رسالت انکار داشتی که سوال می کرد. امام صادق نه تنها بهش تندی نمی کردن یا بی احترامی نمی کردن، با کمال حوصله حرفاشو می شنیدن، جواب میدادن، اشکالاتش رو گوش میکردن. حتی یک بار ابن ابل اوجا با حشام ابن حکم که اونم از شاگردان امام صادق بود و در کلام خیلی فوق العاده بود بحث شد. حشام عصبانی شد، او هی پیله میکرد در بحث ها و به اصطلاح این طرف اون طرف میکرد، عصبانی شد. ابن ابل اوجا گفت ببین استاد تو امام صادق، من ساعت ها باش میشینم جر و بحث میکنم، یک بار ازش عصبانیت ندیدم. خب این بوده، این رویه ماست و این رویه ما در طول دوران تاریخ شیعه تا به امروز در رفتار مراجع و بزرگان ما هم نمود داره. ما از شیخ طوسی، شیخ مفید، اینا که در بغداد بودن، با سنی ها مشهور بودن، کنار سنی ها بودن، بعد مردم مسیحی، یهودی اینها بودند. ما حتی در ایران خودمون زردشتی داشتیم، زیاد الان هم داریم. علمای ما در کرمان، این معروفه که بعضی از آقایان علما اونجا، مرحوم آیت الله سید محمد رضا شیرازی هست که امام جمعه کرمان بوده، این معروفه وقتی از دنیا رفته بود جمعیت زردشتی که در تشییع جنازش شرکت کرده بودن بیشتر از افراد مسلمان بود، چون این حرفش این بود ما باید حقوق همه رو حفظ کنیم، این چون زردشتی هست حق ندارید حقوقش رو تضییع بکنید. و نسبت به یهودی ها، نسبت به مسیحی ها، چون در ایران یک گروه مسیحی به اصطلاح ایرانی هستن، ارامنه، که اینها در ایران بودن، حتی زمانی که عثمانی ها به اینها فشار آوردن همونجور که شیعه کشی میکردن، ارامنه هم خب کشتار کردن، اینا پناه به ایران آوردن و ایرانی های شیعه، علمای شیعه با آغوش باز از ایران استقبال کردن. ما
باید مراوده با همه انسان ها داشته باشیم. برای نمونه خود مرحوم آقای بروجردی، خب الان آقای بروجردی مرجع بود، در اینجا مدت 15 سال مرجعیت عام دنیای شیعه رو داشت و مدت 17 سال اقامت در قم داشت، 34 سال اقامت در بروجرد داشته قبلش، یعنی ایشون 10 سال اصفهان بودن برای تحصیل، بعد 10 سال نجف مشرف شدن، بعد آمدن بروجرد بودن تا وقتی آمدن به تهران، و که آمدن قم مریض شدن بردن تهران. ایشون چه در دورانی که در بروجرد بودن چه در دورانی که در قم بودن، ما روش و برخوردی که ایشون با دیگران داشتن، خب این رو دیدیم، من این رو مکرر عرض کردم. مثلا در بروجرد، در بروجرد ما یهودی زیاد داشتیم، الان هم داریم هنوز. خب عده ایشون مهاجرت کردن به اسرائیل رفتن، اما خیلی هاشون هنوز هستن و روابط اینها با مرحوم آقای بروجردی جوری بود که وقتی آقای بروجردی از دنیا رفته بود، خود اینا مجلس گرفتن و خود اینا بیشتر از مسلمان‌ها عزاداری می‌کردن برای آقای بروجردی، چون آقای بروجردی در مدتی که در اون شهر بود و رئیس شهر بود، اگر مرافعی دعوایی پیشش می آوردن یک طرف یهودی بود، هیچ وقت حاضر نبود حق یهودی اگر زی حق زاید بشه، اینو همه می دانستن. حتی اینکه مسلمون ها با اونها چجور برخورد بکنند، ایشون حساسیت داشته. این معروف هست محله یهودی ها که بوده، اینها بین محله یهودی ها و قبرستان یهودی ها محله مسلمان نشین بوده. وقتی یهودی از دنیا می رفته، جنازش رو تشییع می کردن، اینا بعد از تو مسلمان ها رد می شدن تا ببرنش قبرستان خودشون. خب این بچه مسلمان ها بودن و جمع می شدن سنگ می زدن به جنازه یهودی. آقای بروجردی تذکر داد در مسجد، مثلا مسجد سلطانی بروجرد که الان مسجد امام هست و مسجد جامع اصلی شهر، مسجد بسیار بزرگ تاریخیه، اونجا نماز میخوندن، نماز جماعت. تذکر دادن، گوش نکردن، باز تذکر دادن، گوش نکردن، بچه ها سنگ میزدن. ایشون تصمیم میگرفت، اعلام کرد به یهودیا که از این به بعد کسی از شما فوت شد به من خبر بدید. بهشون خبر میدادن، ایشون را میافتاد، میرفت محله یهودی ها، می افتاد دنبال جنازه یهودی که از دنیا رفته با مشیعین، تا قبرستان همراهی می کرد اینها رو. به احترام آقای بروجردی بچه ها دیگه سنگ نمی زدن. اینقدر این کار رو که این یهودی های بروجرد ما می گفتن سالها این کار رو کرد، اینقدر این کار رو کردن تا این رسم ور افتاد که جنازه یهودی هم احترام داره، این ما حق نداریم توهین بکنیم، یا و اینجا افتاد دیگه سنگ زدن تعطیل شد. خب اینو ما داشتیم. في هذا السياق سيدنا تنقل قصه عن السيد البروجردي حول شخص زرادشتي اسمه جمشيد يگانگي، وانتم تعرفتم له كثيرا، حيث تولى بناء البئر التابع للمسجد الاعظم ورفض ان يستلم اجرا مقابل عمله، لانه اراد ان يشارك في ثواب بناء المسجد، والسيد قبله باحترام وتجليل كبير. وحين اشار احد الحاضرين في اللقاء على السيد بان يدعو هذا الزرادشتي الى الاسلام، احمر وجه السيد وانزعج كثيرا كما تنقلون، وقال أدعو الله أن يرزقني إخلاصا كإخلاص ذاك الرجل. لو توضح لنا هذه القصة والدروس المستفادة منها، إذ يبدو أن فيها بعدا إنسانيا عميقا يعكس نظرة السيد للإنسان وأهمية موضوع الإخلاص والنية حتى لو كان الإنسان غير مسلم. آقای بروجردی، حالا كرامة إنسان، آقای بروجردی در أيام كبروجرد بوده یه طبيبی داشته یهودی بود به نام حکیم یوسف، طبیب بود، طبیب شهر بود. آقای بروجردی به او مراجعه می کردن وقتی مریض می شدن. خود یکی از نوادگان این آقای حکیم یوسف برای من گفت، نقل کرد، گفت که حکیم یوسف بعد از فوت آقای بروجردی، چون حتی آقای بروجردی هم که قم آمده بود، گاهی قم می آمد دیدن آقای بروجردی، و آقای بروجردی در منزل نگهش می داشت و نهار بهش می داد، پذیرایی ازش می کرد، سر سفره خودش می نشوندش. ایشون گفته بود که من بروجرد، خب محترمین همه وقتی مریض می شدن می آمدن منو می بردن، من می رفتم منازلشون، تا می خواستم وارد منزل بشم، مخصوصا روزای بارانی، چون بروجردم سردسیر بود، باراندگی زیاد بود، اگر روز بارونی بود خب مصیبتی داشتیم برای رفتن خونشون. می گفتن حکیم صبر کن، روی فرش یه پارچه می داختن،
میگفتن پاتو بذار روی این پارچه، رو فرش پاتو نذار. میرفتم اونجا مریضو معاینه میکردم، چایی هم برام میآوردن، جلو خودم میگفتن این استکانشو آب بکشید، استکان حکیمو جدا بگذارید. خب اینا بود. گفته بود من سالها، خب 34 سال عمری آقای بروجردی در بروجرد بوده. آقای بروجردی من خانش میرفتم برام معالجش، یک بار این کار رو نکرد، ولی روز باروانی بود. اونجا چایی برام می آوردن، جلو من بگه استکان حکیم و آب بکشید. هیچ وقت من احساس نکردم در خانه ی آقای بروجردی که من با مسلمون هایی که تو اون خانه هستن تفاوتی دارم. خب این خیلی مهمه، این کرامت انسانیست که یه مرجع، خب این مرجعیست که فقه رو میشناسه. این رو نقل میکردن از خود اون آقای حکیم یوسف. و ایشون عرض کردم قم میامد مهمان آقای بروجردی میشد، گاهی چند روز میموند پیش آقای بروجردی، و آقای بروجردی در خانه خودش ازش پذیرایی میکرد، یه یهودی. و اون قصه جمشید یگانگی که شما فرمودید، این رو ناقلش برای من آقای لورزاده است. آقای لورزاده مهندس و معمار مسجد اعظم بود. ایشون گفت که ما وقتی مسجد اعظم رو بنا میکردیم نیاز پیدا کردیم، چون آب قم کم بود، یه چاه آبی بزنیم که از اون آب و در مصارف مسجد استفاده کنیم. خب لورزاده از کسانی بود که کارش خیلی درست بود، یعنی سعی میکرد کاری رو که انجام میده اساسی انجام بده. این سفارش آقا امیرالمؤمنینه، آقا رسول الله، باز حدیث داریم که مؤمن وقتی کاری رو انجام میده احکمه، اینو محکم و اساسی انجام میده، بله، ان یتقنه و احکمه. اینجا ایشون میگفت برای چاه زدن ما تحقیق کردیم که کدوم مؤسسه هست و چه کسانی هستن که این چاه آب رو بهتر از دیگران میزنن و آشنا و اصول رو میدانن. به ما معرفی کردن بنگاه آبیاری جمشید یگانگی و پسران، اول خیابون سعدی هم بود دفترشون، اونجا مرکزشون بود. گفت به ما معرفی کردن، رفتیم پیششون که ما میخواییم چاه بزنیم. اونجا فهمیدیم اینا زردشتی هستن. خب میگو وقتی فهمیدیم زردشتی هستن وحشت کردیم که حالا آقای بروجردی اینجا زمین وقف برای مسجد شده، میخواد مسجد بسازه، ما ورداریم برای چاه زدن داخل این مسجد یهودی ببریم، فردا به ما اعتراض میکنه. و خلاصه موندن. از طرف کار اینا کار درست بود، کار خوب بود، از اون طرف هم محصول این معنا رو داشتیم. گو آمدم پیش آقای بروجردی، گفتم ما قصه اینه، اما اینا زردشتی هم. آقای بروجردی گفتن چرا معطل کردید، بیان چاه رو بزنم. باشن زردشتی باشن. ایشون اجازه داد زردشتی بیاد داخل مسجد اعظم و چاه بزنه. خب چاه زدن، چاه خوبی هم زدن که حالا میگم خصوصیاتش رو، که تا امروز هم باقی است این چاه. اینجا آب خوبی هم داد. آقای لورزاده میگفت ما صورت حساب میخواستیم، هی بهشون گفتیم خب کارتون تمیز بود، خوب بود، پاکیزه است، آب خوبی به ما داد، صورت حساب بدید مخارجتون چقدر شده. هی امروز و فردا میکردن. گفت آخر یک روز خودم راه افتادم رفتم بنگاهشون پیش خود جمشید یگانگی که اون وقت مدیر عامل اون بنگاه بود، گفتم چرا صورت حساب نمیدی؟ گفت من دلم میخواد یک بار بیام پیش آقای بروجردی، آقای بروجردی رو ببینم بعد صورت حساب میدم. میگفت تا اینو گفت من دیدم خب آقای بروجردی میپذیره نمیپذیره. میگفت من یک دلواپسی پیدا کردم که این همه زحمت کشیده من برم پیش آقای بروجردی، بعد بگه نه لازم نیست بیاد، این زردشتیه حرفا. خب ناراحت بودم، آمدم خب رفتم پیش برم آقای بروجردی و بهش گفتم، گفتم آقا قصه اینه، این صورت حساب نمیده، میگه من بعد بیام آقای بروجردی رو ببینم، میخوام یک بار ببینم. گفت آقای بروجردی گفت با خودت میآوردیش، چرا نیوردیش، بهش بگو بیاد. خیلی خوشحال شدم و به او هم که گفتم خیلی خوشحال شد. همون فرداش و پس فرداش راه افتاد با هم آمدیم منزل آقای بروجردی. گفت منزل آقای بروجردی که آمدیم، وارد شدیم در اتاقی که آقای بروجردی جلوس کرده بود، عده‌ای هم بودن از علما بزرگان. میگفت این وقتی وارد شد مرحوم آقای بروجردی چهرش هیبتی داشت، هیبتی داشت. آقای لورزاده میگفت هیبت آقای بروجردی ایشون رو گرفت. این با یک به اصطلاح اشتیاقی رفت با حالت دویدن
به سمت آقای بروجردی. آقای بروجردی نشسته بود، نمیتونست پاشه، افتاد از زمین، صورت آقای بروجردی رو گرفت، شروع کرد بوسیدن محاسن آقای بروجردی، دست آقای بروجردی با یه شوق و علاقه ای. بعدم اونجا پیش آقای بروجردی که نشسته بود، دست آقای بروجردی رو گرفته بود تو دستش و بله میکرد. خب آقای بروجردی وقتی این رفت به بوسدش یا صورتش رو ببوسه، نه صورت برگردوند، نه قیافش رو عوض کرد، نه اخم کرد، با همون حالتی که داشت با لبخند از این آدم استقبال کرد و دستش هم که این زردشتی در دست گرفته بود نکشید، این دستش تو دست این بود. ایشون رو کرد به آقای یگانگی، گفت من تشکر میکنم از شما، کارتون در مسجد چاهی که زدید خیلی خوب بوده و آب خوبی هم داده، من تشکر میکنم، زحمت کشیدید برای ما، اما چرا هزینش رو به ما اعلام نمی کنید؟ چرا صورت حساب نمیدید؟ رو میکنه به آقای بروجردی، میگه آقا من آمدم خدمتون یه تقاضایی بکنم، اینجا مسجده، برای خدا شما دارید میسازید، معبده، اجازه میدید به من به اندازه این چاه من هم در ساختن این مسجد و معبد شما سهیم باشم؟ اجازه به من میدید؟ آقای لورزاده میگفت، آقای بروجردی بلا فاصله گفت قبول میکنم، قبول میکنم. آقای بروجردی خیلی راحت پول نمیگرفت از افراد، یا این کارا رو زود قبول نمیکرد. بعضی ها میامدن مسجد کمک میخواستن بکنن، از سهم امام بود، نمیپذیرفت، میگفت باید تبرع باشه. گاهی پول با آقای بروجردی میدادن، ایشون میگفت باید تو پاکت بگذارید بدید، شما دست امام زمان دارید پول میدید، خیلی مقید بود. اما اینجا تا این زردشتی گفت من میخوام شریک باشم، ایشون بلافاصله گفت قبول میکنم. خیلی خوشحال شد. این دست آقای بروجردی که گرفته بود دوباره گرفت بوسید. عرضم به حضورتون که تو این بساط که این اتفاق افتاد، یکی از آقایون حاضرین که من اسمش رو نمیبرم، از علما بود، اونجا رو کرده بود به مرحوم آقای بروجردی، چون توی ما علما آدم بدسلیقه هست دیگه که شرایط رو در نظر نگیره، رو کرده بود آقای بروجردی، گفته بود آقا این آقای یگانگی که اینجور نسبت به شما اظهار علاقه میکنه و اظهار ارادت میکنه، بهش بفرمایید مسلمان بشه. خب این اونجا تا این جمله رو گفت، مرحوم آقای بروجردی من یادمه وقتی ناراحت میشد چهرش قرمز میشد و این قرمزی تا گوش ایشون هم میامد. ایشون این حالت آقای لورزاده میگفت قرمز شد آقای بروجردی، خیلی تو هم رفت و از این صحبت و خیلی ناراحت شد و سکوت کرد. اون آقای یگانگی هم وقتی این آقا این حرف رو زد، خب این برخورد آقای بروجردی از یادش برده بود که من مسلمان نیستم، توی اینا آقای بروجردی جوری عمل کرده که من خودم رو یکی از اینا دیدم. تا این مسئله مطرح شد، این احساس بیگانگی خودش رو داشت دیگه، پیدا کرد، خیلی به هر حال در هم رفت. اینجا مرحوم آقای بروجردی به نطق آمدن، صحبت کردن، رو کردن به اون آقا بعد از مدتی تحمل ناراحتی که آقای لورزاده میگفت یه چند دقیقه آقای بروجردی همینجور کنترل میکرد که صحبتی نکنه، به اون آقا چیزی نگه. گفت بعد که مثلا آرامشی پیدا کرد، رو کرد به اون آقا، گفت من دعا میکنم خداوند اخلاص آقای یگانگی رو به ما بده. اخلاص آقای یگانگی، یعنی این زردشتی هم میتونه اخلاص داشته باشه و ما هم میتونیم این اخلاصش رو ببینیم و برای ما باشه. خب قصه عوض شد با این جمله آقای بروجردی، آقای یگانگی وضع خودش رو پیدا کرد. بعد بلند شد که خداحافظی کنه، باز خم شد دست آقای بروجردی و بوسید، صورت آقای بروجردی و بوسید. آقای بروجردی اواخر پیرمرد بود، راحت نمیتونست بلند بشه، رو کرد به اون به اصطلاح پیشکارشون حاجی احمد خادمی بود که بیا منو کمک کن، میخوام بلند بشم. بلند شد در بدرقه ایشون که بخواست بره و چند قدم تا در اتاق آمد بدرقه این زردشتی، در حالی که برای علما این کارو نمی کرد. توجه فرمودید؟ این برای جبران اون کلام اون آقا بود به قول من. رو این گذشت، این چاه زده شد. از عجایبم این است که این چاه هنوزم هست.
آب این چاه شیرین تر از آب چاه های دیگری که در قم هست. الان ما در مسجد داریم استفاده میکنیم و در حرم هم استفاده میکنیم. سیدنا ما هی دلالت هذا التصريح من سماحة السيد المرحوم انه ادعو الله ان يرزقني اخلاصا كاخلاص ذاك الرجل. انا ذكرني هذا بكلام امير المؤمنين حينما مر على كنيسه فقيل له هذا مكان لطالما اشرك فيه الله، قال ما هذا مكان لطالما عبد فيه الله. ففي النظر الاسلامي هناك تقدير حتى لعبادات ولاعمال الناس غير المسلمين اذا كانوا صادقين. اخلاص دارن، توجه به خدا دارن، ما اینو بعد به رسمیت بشناسیم. ببینید در عقیده مسئله توحید هست، در توحید اونا مثل ما میمانن، حالا در رسالت با اونا اختلاف داریم، در توحید مثل و این کار رو برای خدا میتونه انجام بده، میتوانه اخلاص داشته باشه. ما این رو باید بفهمیم و یکون مورد لقبول الله تعالی. بله، و این معنا، حالا این قصه ادامه داره. این چاه بود سالها، آقای بروجردی از دنیا رفت. عرضم به حضورتون که آقازاده ایشون مرحوم سید محمد حسن متولی مسجد اعظم بود، آیت الله سید محمد حسن، ایشون هم فوت شد. نواده ایشون مرحوم سید محمد صادق طباطبایی، او متصدی مسجد شد، متولی شد. در زمان ایشون چاه مشکل پیدا کرد، آب نمیداد. خب ایشون بررسی کرد که این چاه رو ببینیم کی کنده، بریم سراغ خودش. دید بنگاه یگانگی هست و ایشون رفت سراغ اونها. اونام پرونده رو باز کردن، گفتن بله این چاهو ما زدیم، و گفتن الان مشکل پیدا کرده، گفتن ما میان درست میکنیم. آمدن و دوباره به اصطلاح لوله گذاری کردن، کندن، هر چه بود چاه رو تعمیر کردن و آماده و آبدهی مثل گذشته شد. اونام صورت نمیدادن، ایشون هی زنگ میزد و چیز میکرد. آخر خود ایشون برا من گفت، گفت من راه افتادم رفتم اون بنگاهشون اونجا، و مدیر عاملش رو پیدا کردم، معلوم شد جمشید یگانگی فوت شده و الان پسر او متصدی هست اینجا. وقتی باش صحبت کردم که شما چاه رو درست کردید و من آمدم صورت حساب بگیرم، ایشون پرونده چاه رو آورد باز کرد، گفت پدر ما اینجا در این پرونده نوشته این چاه رو ما تقدیم کردیم به مسجد آقای بروجردی، و تا وقتی این بنگاه هست و تا وقتی شماها هستید، هر مشکلی این چاه پیدا بکنه شما موظف هستید برید اونجا کار رو انجام بدید و پولی نگیرید. اوصى اولاده ان يكملوا نفسهم. ببینید خب یک رفتار آقای بروجردی اینه. ما الان امروز توجه داشته باشیم شیعه، من این رو میخوام نتیجه بگیرم، امروز شیعه در همه دنیا پراکنده است. ما از شمالی ترین شهر در نروژ تا جنوبی ترین شهر در زلاند نو نیوزیلند ما شیعه داریم. دلیلش هم اینه، ماه رمضان که میشه استفتا میکنن از ما، از اونجا سوال میکنن که روزه چجور بگیریم، روز ما یک ساعت و نیمه، اینور سوال میکنن شب ما یک ساعت و نیمه. شیعه پراکنده است در همه اینجا. این شیعه ای که پراکنده است در میان جمعیت های دیگه داره زندگی میکنه، یا مسیحیان یا یهودیان یا دین ندارن، اصلا اعتقاد به چیزی ندارن. خب ما که داریم بین اینا زندگی میکنیم، من رو این معنا مکرر تصریح میکنم، ما در هر کشوری که رفتیم، که الانم تعداد شیعه زیاد شده، متاسفانه مهاجرت از کشورهای شیعه نشین خیلی زیاده، از ایران زیاده، نزدیک 7 میلیون مهاجر ما در بیرون داریم، از عراق زیاده، از پاکستان، از هند زیاده، اینا رفتن و همه جا پراکندن. در هر کشوری که زندگی میکنن اینا توجه داشته باشن، اون قوانینی که در اون کشور حاکمه ما فتوا میدیم، قرص میگیم، وظیفه دارن اون قوانین رعایت بکنن، وظیفه دارن. اینکه گاهی از اوقات در بین بعضی از عوام شیعه هست که اگه فروشگاهشون رفته میتونیم دستبرد بزنیم یا حقی از اونا ضایع کنیم، ما حق نداریم، ما حق نداریم این کارو بکنیم. ما اونجا طبق قانون اونها از حقوق مدنی برخورداریم، باید به قانونشون احترام بگذاریم. اونها هم همون حقی که برای شهروندان خودشون قائل هستند باید برای اینها قائل باشن، و مرجعیت شیعه هم موظف هست که این حقوق رو برای شیعه در سر تا سر دنیا تأمین بکنه با هر ارتباطی، توجه فرمودید. و اینجا حتی من اینا یهودی بودن یا زرتشتی بودن،
یک قصه دیگه از آقای بروجردی من اینجا برای شما بگم، برای سوال طولانی میشه جوابش، اما با بهائی ها. خب بهائی ها اینا مذهب نیستن، دین نیستن، یه گروهی ساخته پرداخته یه قدرت ها بوده. خب در ایران بودن دیگه، در ایران، در تاریخ معاصر ایران بودن و نقشی داشتن. در زمان شاه در ایامی بهائی ها رسوخ کردن در دربار، خیلی مقامات دولتی رو اشغال کردن و لذا در هر اداره ای سعی میکردن بهائی رو بیارن جای مسلمون. آقای بروجردی مقابله کرد. یه جایی هم در تهران داشتن، حضیرت القدس که مثل کعبه شون بود، از اونجا تبلیغات عجیبی تو مدارس، تو دانشگاه ها جوانای مسلمون داشتن. آقای بروجردی برای اینکه حفظ کنه مسلمونا و جوان ها رو، آقای فلسفی که خطیب اون معروف اون زمان بود دستور داد که در مسجد سید عزیز الله ایشون منبر بره، یک ماه رمضان راجع به اینا صحبت کنه و از رادیو ایران هم اون زمان پخش میشد. مردم هم جمع شدن، اجتماع کردن، رفتن اون حضیرت القدس رو اشغالش کردن، گرفتنش. خب حضیرت القدس رو گرفتن، آمدن پیش آقای بروجردی که ما حضیرت القدس رو گرفتیم. حضیرت القدس مرکز تبلیغ بهائیت بود. گفتن اجازه بفرمایید. خب زمینش مال بهائی ها بود دیگه، ساختمان داشت، آینه کاری هنوزم هست در تهران، خیابان حافظ هستش. گفتن اجازه بفرمایید ما اینجا رو مسجدش کنیم یا حسینیش کنیم. خب از مرجع تقلید، اونم مال بهائی. بهائی خدای ما با خدای اونها فرق میکنه، پیغمبر همه چیز دیگه، هیچ حرمتی به قول معروف در ظاهر ندارن، اهل ذمه نیستن، نه اینکه حرمت ندارن، حالا عرض میکنن اهل ذمه نیستن. آقای بروجردی گفته بود شما اونجا مرکز گمراه کردن مردم شده بود، مرکز اضلال بود، شما ریختید اونجا رو بستید، تمام شد رفت. اما اینکه میخواید مسجد کنید یا حسینیه کنید، مال کیو میخواید شما حسینیه کنید یا مسجد کنید؟ مال کیو؟ خب ما میگیم مال بهائی، میگن حرمت نداره. آقای بروجردی حرمت قائل شد برای مال بهائی، اموالشون. هنوزم اونجا نه مسجد نه حسینیه، هنوز همینجوری مونده. توجه آقای بروجردی رضایت نداد که اونجا رو مسجد کن. سيدنا سيدنا اذا تسمحون لي هنا سؤال في نفس السياق، إجابة طويلة وعميقة ومفيدة، لكن قد يقول سائل أن هناك بعض الأحكام الشرعية تبدو مناقضة لكرامة الإنسان والبعد الإنساني الذي تفضلتم به. فمثلا تجوز غيبة الإنسان ما لم يكن من نفس المذهب، وقد يجوز سبه أيضا والبهتان عليه بمقتضى بعض النصوص، أو أنه في صلاة الميت بحسب بعض الكتب الفقهية بعد التكبيرة الرابعة لابد من لعنه إذا كان من مذهب آخر، وكذلك يحكم بنجاسة غير المسلم على رأيه ونجاسة غير الكتاب على كثير من الآراء، وبالتالي يصعب التعامل والتواصل بين البشر، إذ لدينا المليارات من البشر من أتباع الديانات الشرقية كالبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية وغيرها. وكذلك في أحكام الزكاة والخمس والحقوق الشرعية المالية هناك أحكام بحرمة صرفها لغير أبناء المذهب، أو مثلا في أحكام الدية تختلف دية النصراني عن دية المسلم وغيرها من المسائل، مما يكشف عن رؤية لا تعامل الناس بميزان ومعيار واحد، بل لعله فيها نوع من التعامل المختلف وغير العادل والمنصف أو الطبقي بين الناس فقط بسبب انتماءاتهم الدينية والمذهبية. فهل يمكن تقديم جواب مقنع على هذه؟ يعني هلا بن إن قصة راجب آقای بروجردی تمام کنه. خب این قصة آقا اجازه نداد که اونجا تصرف در مالشون بکنن. اتفاق افتاد در آباده فارس، آباده شیراز. اونجا بیرون آباده چند تا آبادی بود بهائی نشین بود، همشون بهائی بودن. کنارشون چند تا آبادی قریه بود، اونا مسلمان بودن. اینا استکاک با هم پیدا کردن. بهائی ها حمله کردن به قریه مسلمون ها، چند نفر رو کشتن، مجروح کردن، اموالی بردن و دعوا شد. خب این خبرش به آقای بروجردی رسید. مسلمون ها تصمیم گرفتن مقابله به مصر بکنن، عده و عده فراهم میکردن حمله کنن. خبر به آقای بروجردی رسید، یه هیئتی از قوم، از علما، آقای بروجردی فرستاده اونجا. شب در آبادی بهائی نشین خوابیدن که مسلمان ها حمله نکنن، و مسلمان ها به احترام اینا حمله نکردن برای حفظ جان بهائی. توجه میکنید؟ حالا نکاتی که فرمودید
در مورد غیبت یا تهمت، ما اون چی که داریم غیبت مؤمن هست، بله حرامه، اما غیر مؤمن، حالا سنی باشه، غیر چیز باشه، مسلمان نباشه، این که من عیبی که او داره من بیام هم معنای غیبت برای دیگری که خبر نداره بگم، از باب غیبت حرام نیست، از باب حد که یک انسان حرامه. حرمت به عنوان دیگر داره، من حق ندارم حد کنم یک انسان دیگر رو. ببینید باز قصه اینجا از آقای بروجردی بگم برای شما، خدا رحمت کنه یا سلامت بداره، امیدوارم سلامت باشه، آقای آموسای صدر، امام موسا صدر، این شاید از من شنیدید، خود آقای آموسای صدر برای من این قصه رو نقل کرد. ایشون میگفت که ما رفتیم به لبنان، آقای بروجردی فرستاده بود، رفتیم لبنان. اونجا که رفتیم، خب لبنان یه کشوری مسیحی داره، چه داره همه اینا هست. ایشون گفت یه صومعه ای که مال خواهران روحانی بود، اینا از من دعوت کردن برای سخنرانی، من رفتم اونجا، این حدکو میخوام بگم برای تو، همین حرمت دیگران، من رفتم اونجا سخنرانی کردم. خب خواهرای راهبه همه نشسته بودن، این خانم رئیس اون صومعه هم یه پیرزنی بود، عرضم بزرگ، خیلی محترم بود به اصطلاح، در بین اونها او هم نشسته بود. یه سخنرانی من اونجا کردم. شما امام موسی صدر رو ندیده بودید، خیلی زیبا بود چهرش، قد بلند داشت، خوش لباس بود، خوش بیان بود، قشنگ صحبت میکرد، خیلی امتیاز داشت. ایشون گفت سخنرانی که من کردم خیلی جاذب شد، خیلی جاذب شد و همه. اون سخنرانی که تمام شد، این خانومی که رئیس صومعه بود بلند شد، با هیجان آمد به سمت من، منو بغل کرد، شروع کرد به بوسیدن. خب این روحانیه، مسلمان، شیعه، معروف، هم این جرائد بودن و حالا اون وقت فیلم بوده نبوده، شروع عکس میگرفتن، تند و تند عکس گرفتم، عرضم بزرگتون که اینجا کسانی هم مخالف آموسای صدر بودن در لبنان، اینا این عکس ها رو برداشتن و فرستادن برای آقای بروجردی که چشمتون روشن، این نمایندتون در لبنان اینجا تو بغل این خانم مسیحی رفته، خلاصه ماچوبوسه دارن میکنن. خب آقای بروجردی اعتنا نکرد، این عکس ها رو که فرستادن، ادهی، حالا من نمیگم از کیا بودن، از علمای اونجا که با ایشون مخالف بودن، راه افتادن از لبنان آمدن ایران قم پیش آقای بروجردی که آقای عکس ها رو که فرستادیم، شما هیچ به اصطلاح توبیخی نکردید، چی نکردید؟ گفت آقای بروجردی وقتی اینا آمدن، گفت من سوالاتی دارم، رو به اونها کرد، اینو میخوام بگم، سوالاتی دارم، اینو از شما میپرسم. وقتی آقای آقا موسای صدر سخنرانیش تمام شد، اون خانم آمد سمت آقا موسای صدر یا آقای صدر رفت سراغ اون خانم؟ کدام یک؟ اونا گفتن نه، آقا موسا پشت تریبون بود، اون خانم خیلی با اشتیاقم با حالت دو آمد پیش. ایشون خیلی فرمونده بود، خب اگر آقای صدر وقتی این خانم آمد که ببوسدش و بغلش کنه، روشو میکرد اون طرف یا دست رد بیزد به سینه خانم، آیا حد که اون خانم لازم میآمد یا لازم نمیآمد؟ آقای بروجردی فرمودن شنیدم اون خانم در بین مسیحی ها زن محترمی بوده، آیا حد که اون خانم لازم می آمد یا لازم نمی آمد؟ اونا گفته بودن نه لازم می آمد، خانم بهش بر می خورد. بگن ایشون فرموده بود اگر حد که اون خانم لازم می آمد، اون خانم حد می شد، موجب وهن این لباس ما و وهن شیعه می شد یا نمی شد؟ اونا انصاف داشتن، گفته بودن آقا میشد. ایشون فرمودن آقا موسا کار درستی کرده، کار خلافی نکرده. ببینید ما حق حک هیچ انسانی رو نداریم، توجه می فرماید، صرف این که این انسان دین ما رو نداره، من بتوانم حکش کنم، پس اون اما نظیرون لکف الخلق چی میشه؟ الان خود عهدنامه مالک اشتر
در سازمان ملل به عنوان یکی از مستندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر نگهداری میشه، ثبت شده. ما اگر همین حقوق بشری که امروز دنیا داد میزنه در کلام امیرالمؤمنین میبینیم، ما حق نداریم کسی رو هتک بکنیم، چه با غیبت چه با تهمت. این هتک نمیشه، مخصوصا اگر وحن مذهب ما لازم بیاد، در هر کجا در هر حکمی وحن لازم بیاد. توجه. اما نجاست، ما از کسانی هستیم که اهل کتاب رو پاک میدانیم و ما اصلا مشرک هم غیر اهل کتاب هم نجاستش و قذارتش رو قذارت معنوی میدانیم، نه نجاست ظاهری. توجه فرمودید. ولذا اگر این مشرک در آمریکاست، بچهش اینجاست، بچه کوچک نابالغش، خب اینم تابع او هست در نجاست از نظر آقایون، یا بالعکس او در ایرانه، این فاصله داره. اگر او آمد مسلمان شد، گفت اشهد ان لا اله الا الله، این بچه کوچک خردسالم پاک میشه. این که پاک میشه، ما آب میکشیم اینو که پاک میشه، یا با همون جمله پاک میشه؟ با همون جمله شهادت این، او که پاک شد، این هم ملحق به او پاک میشه. پس این قذارت یه قذارت ظاهری نیست، یه قذارت معنوی است، یعنی یه انحراف معنوی است که از نظر عقیده حق، خب تو خودشی هم خیلی افکار هست انحراف داره، اون عقیده صحیح توی شیعه هم یه عقیده صاف خالصه، افراد منحرف هم هستن توی اونها هم همینجوری. صدق القدر المعنوی لها مراتب، يعني مراتب يعني بناء على رأي البروجردي الذي تحدثنا عنه وقدر عمل وإخلاص الزرادشتي. أحسنت. فقد لا توجد عنده قدر هذا البروجردي حتى معنوية، يعني أحسنت. این مراتب داره، بنابراین ما حق نداریم حد کنیم، ولذا ما قائل هستیم که انسان نجس نمیشه، نجس ظاهری نمیشه، ما قائل به طهارت انسان هستیم و اون قذارت قذارت معنویه. توجه فرمودید. و بعد فقط استثنایی که در مورد اموال و حقوق داریم، اینو بهش اناده فرمود، فقط حربیه. حربی یعنی کافر حربی که میگیم، کافر حربی هم که میگیم نه اینکه ما باش روابط سیاسی نداریم یا همدیگر رو متهم میکنیم یا رابطمون قطعه، حربی فقهی اینا نیست. حربی فقهی کسیست که در حال حرب فعلی با ما باشه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يخرجوكم من دياركم، الان داره با ما میجنگه، درست؟ او اموالش هدره، او اموالش محترم نیست، اما همونی که کافر حربیه داره با ما میجنگه، زن و بچهش در امانن، من حق ندارم زن و بچهش رو سلبه بزنم، دستور داد. من حق ندارم کشور اونها اگر من رفتم و هجمه کردم درخت اونها رو ببرم، جنگل اونها رو از بین ببرم. حق ندارم پیرمرد اونها رو بکشم، تعرض بکنم. فقط کافر حربی با خود اونی که فی حال الحرب هست من حق جنگیدن دارم و حقوقی نداره، اما اتباعش غیر نظامی ها به اصطلاح، اونها باز همون حقوق رو دارن. سیدنا اذن هذه كرامة الانسان قاعدة كلية، واذا وجدنا نصوص معارضة هذه القاعدة حاكمة على تلك النصوص. بله بله، نصوص اینا همه اینا که عرض میکنم، ببینید ما در خود نهج البلاغه، در صحیفه سجادی، در روایاتی که از ائمه داریم، ما بالاتر از این، خود آقا رسول الله که این معنا هست، خود آقا رسول الله یک کسی بود آمد مسلمان شد، خیلی اظهار ارادت به آقا میکرد و آمد پیش آقا، گفت آقا من یه مادری دارم، هر کاریش میکنم مسلمان نمیشه، باشه که بت میپرسته، بتش هم تو خانه مونه، اما این یه علاقه عجیب و غریبی به من داره، من تنها فرزندشم، این با من در یه ظرف غذا میخوره، اگر من باش غذا نخورم اصلا غذا نمیخوره. خب این مشرکه، بت پرسته، من چیکار کنم؟ آقا رسول الله تا در روایات دستور دادن تو همون کاسه‌ای که او غذا میخوره باش غذا بخور، هم غذاییت رو با او ترک نکن هیچ. طيب سيدنا مثلا حرمة دخول غير المسلم الى المسجد، والحال ان سيرة النبي كان یه قدری تو احکام ما دقت بیشتر باید بکنیم. خب این رفت با این خانم، خیلی
حضرت فقط یه سفارشی بهش کرد، گفت از این به بعد بیشتر از گذشته به این مادر محبت کن. بعد مدتی اون خانم متوجه شد و مادر گفت تو از وقتی مسلمان شدی بیشتر از گذشته نسبت به من رسیدگی میکنی، محبت میکنی. گفت این دستور پیغمبر ماست، ما نسبت به مادر. گفت عجب یه دینیه که نسبت به مادر اینقدر به اصطلاح چیز داره، اهتمام داره. اون مادر بعدا مسلمان شد. خب این روش بوده در اسلام. و ما این نکاتی که حضرت عالی میفرمایید، ببینید ما نسبت به همه انسان‌ها اون حقوقی که لازم هست این باید رعایت بکنیم در همه شؤون، توجه فرمودید. و بعد در بعضی از جهات در فقه که حالا اشاره کردید به بعضی چیزا، این نکته که فرمودید چی بود اخیر؟ انه مثلا حرمت دخول غیر المسلم الى المسجد او بعض الامور. اینجا ببینید ما مثلا قرآن ما داریم که خب قرآن دست کافر ندیم یا دست کافر نخوره. وجه این کار چیه؟ دلیل چیه؟ حتی دست بدون وضوع که من رو آیه قرآن بزنم دلیل چیه که نهی داره؟ این میگن هتک قرآنه. این هتک قرآنه. فما لم یصدق الهتک و احسنت تو. هتک قرآنه. ولذا این کسی که یهودی هست یا نصرانی هست، این میاد داخل مسجد میشه، اینو ببینید کلمات فقها ها، چون هتک مسجده. اگر هتک نباشه، جعل التعلم جعل زیارت اصدقائی، آقای پاپ میاد میخواد وارد بشه در این حرم. خب حرم الائمتی کل مساجد، همین اخیر رئیس جمهور فرانسه آمد به عراق، من دنبال میکردم اخبارش رو، رفت حرم کاظمین داخل حرم کنار زری، عکساشو دیدید؟ خب نمیگیم زیارت کرد، رفت داخل شد در خب حرم الائمتی کل مساجد. در اونجا هم مرجع بزرگی مثل آقای سیستانی هست، یک کلمه آقای سیستانی اعتراض کرد، اعلامیه داد، محکوم کرد. هتک نیست، این برای اداء احترام داره میره. این مسیحی، این یهودی به عنوان اداء احترام آمد در مجلس ما، چه اشکال داره؟ خود ما در منزل آقای بروجردی دیدم، عکساشو دیدید یا نه؟ این آقای رئیس زرتشتی ها، موبد موبدان ایران، آمد اونجا در مجلس عزاداری امام حسین سخنرانی هم کرد، ما هم استقبال ازش کردیم. خود آقای بروجردی در بروجرد روزه که داشتن، یهودی ها می آمدن در روزه ایشون شرکت می کردن، کنار ایشون می شستن شرکت می کردن. ولی این هتک مسئله است، نه اینکه صرف دخول. ما این احکام رو باید هم بازدگری کنیم، توجه فرمودید. ما الان در کنار بقیه انسان ها داریم زندگی میکنیم. بسیاری از اون انسان هایی که از نظر دینی با ما یکی نیستند، حتی متدین به دین ابراهیمی هم نیستند، بودایی هستن، هندو هستن، خب باشه، حالا ما نجسته میدانیم اینها رو، به اصطلاح عرض کردم نجاست قضاوت معنویه. مضافاً به این که ممکنه در آداب اخلاقی و رعایت حقوق ما اونها خیلی مقیدتر و بهتر از مسلمان ها عمل بکنند، ما حق نداریم نسبت به اونها حدی داشته باشیم، حق نداریم نسبت به کشورشون، حق نداریم حدی داشته باشیم نسبت به هویتشون، حق نداریم حدی داشته باشیم نسبت به یه کشور، نسبت به یه فرهنگ، نسبت به یه هویت. اونها هم یه جهات انسانی دارن. الان خود من همین قصه میانمار که پیش آمد، برمه، بودایی ها مسلمان ها رو میکشتن، من ابتداعا هیچ آشنایی قبلی هم نداشتم، یه نامه برداشتم نوشتم به آقای دالای لاما که شما جایزه صلح نوبل گرفتید، شما دم از صلح میزنید، بودایی ها معروف به صلح در دنیا هستن، این شما هیچ اقدامی نکردید؟ ایشون جواب مفصلی به من داد، اقداماتش رو شرح داد، پیشنهادایی هم که من کرده بودم گفت مثلا انجام دادیم. دفعه بعد او ابتداعا به من نامه نوشت که ما دلمون میخواد با شما رفاقت داشته باشیم، ما برای حفظ حقوق شیعه با همه گروه ها، با همه نهله ها، با همه مذاهب
باید ارتباط داشته باشیم. شما در عراق آقای سیستانی مرجع، امروز ما از آقای بروجردی میگفتیم در گذشته، آقای سیستانی امروز در عراق مرجع، با یزیدی ها چجور عمل میکنه؟ ایشون نسبت به یزیدی ها چقدر حساسیت نشون داد؟ چون یزیدی هستن، شیعه نیستن، مسلمان نیستن، دینشون دین ابراهیمی نیست، اینا ما بگذاریم بزنن بکشن داعش دخترهاشون رو به اسارت ببرن؟ ما هیچ وقت همچی کار، ما باید اینا داخل مملکت ما هستن، باید حقوقشون رو حفظ کنیم. حتی من اینجا گاهی از اوقات گفتم که بعضی از آقایون خب مثلا بر نمیتابن این مطالب رو نسبت به باهایی که داخل ایران هستن. حالا باهایی باز به یه چیزی معتقده، ما داخل ایران کسانی داریم به هیچی معتقد نیستن، خب اینا رو باید بکشیمشون. سيدنا التعامل الأخلاقي والسلوك الراقي بين أبناء المجتمع قد يعزز من المحبة والأخوة وقد يعني يجعل الناس ينفتحون على دين وتراث وفكر الآخر أيضا. ما حق نداري مثلت إنه إن در إن مملكات بدنيا آمد إنجا مملكات الشه به خدا هم معتقد نیست، هر کارش هم کردی معتقد نشد، اینو که نمیشه بکشیم، نمیشه بیرونش کنیم، ما حق نداریم این کارو بکنیم. این حقوقی داره، ما میگیم حقوق مدنی، حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این حقوق مدنی رو به رسمیت شناخته. این حق داره زنده باشه، زندگی کنه، حق داره کار کنه، حق داره ازدواج کنه، حق داره تحصیل کنه تو این مملکت، توجه می‌فهم، حق داره گذرنامه بگیره بره بیاد. لا مثل حقوق عن ای شخص این به هر حال ببینید حقوق شهروندی ما بهش میگیم، چرا نداشته باشه؟ ما اینها رو داریم، ولی زا ما توجه داشته باشیم، نه اینکه ما در فقهمون بازدگری کنیم، اون هویت واقعی فقهمون رو تشخیص بدیم. ما امروز در یه دنیای دیگری داریم زندگی میکنیم، ولی زا من حتی نظراتی در باب ارتداد دارم، درس من تقریراتش نوشته شده، حالا اگر ببینید مرتد. خب این که تا کسی ارتداد یعنی رد گفت نسبت به امام، نسبت به آقا رسول رو بزنیم بکشیم، نیست اینجور، نیست اینجور. هذا سیاق حکم قتل سب النبی نفس الشی، یعنی حالا میکیم سب یه داستان دیگه است، ساب یه داستان دیگه است، اما اون هم باز باید جهت مصلحت رو دید. اما نه، یه کسی که الان جوان در بین ما این تردیدهایی داره، هنوز میگه که من هنوز به خدا معتقد، بده شبه او شهر او یبحث مثلا، من به خدا هنوز معتقد نشدم، دارم مطالعه میکنم، من حق ندارم بگم این مرتده یا نجسه، اتفاقا این شکش باید از نظر من مقدس باشه، این داره تحقیق میکنه به نتیجه برسه. اذا اوصله شک الى نتیجه الالحاد مثلا لابد ان يحترم اذا كان البحث علميا. حالا عرض میکنم اگر این شکی که داره اینو به مسیحیت رهنمون شد، رفت مسیحی شد، مرتد نیست که باید بکشیمش، اینم مرتد نیست. چرا؟ ما در عنوان ارتداد در روایات ارتداد جهود داریم. جهود معناش اینه یک کسی حق و واقع رو بفهمه، ایمان داشته باشه، روی دشمنی بیاد مقابله کنه، یعنی ينكر الحق بعد ان تمت الحجه عليه بعد ان ادركه، بعد از اینکه اونم جهود به قول معروف یعنی رو لجاجت. اینو ما ارتداد میدونیم، موضوع مرتد اینه، روایات ما بحث کردیم این رو. این نیست که هر جوانی آمد الان، خب یه قضیه در مملکت ما بالاخره از لحاظ مشکلات اقتصادی هست، میدونم چی هست، خیلی از مردم هم این مشکلات رو از ناحیه عمامه و دین میدونن، ولی ازا نسبت به ماها نظر خوبی ندارن، نسبت به امام گاهی حرفایی میزنن، دیدید دیگه، نسبت به اعتقادات. خب ما یه چاقو باید بگیریم دستمون یکی که سر بباری؟ این نیست اینجوری. بودن نعذرهم نفهم السیاقات التي ادت الى، ما از خود آقا امیرالمؤمنین با خوارج، مگر خوارج مگه ساب نبودند؟ خوارج گفتن علی کافره دیگه، بدتر از این علی ابن ابی طالب با اون عظمت، خب بگن کافره. می آمدن در نماز علی ابن ابی طالب، وسط نماز داشت خطبه میخون، وقتی که خلیفه از قدرت دستشه، دوران 25 سال خانه نشینیشو نمیگیم، وقتی قدرت دستشه، می آمدن در نماز جمعه علی ابن ابی طالب داره خطبه میخونه، وسط خطبه اون خارجی آمده بود قشنگ، خب آقا امیرالمؤمنین ولی و فصیح صحبت میکرد، خیلی خوشش آمد، این وسط صحبت امیرالمؤمنین بلند گفت قتل هذا الرجل ما افقهه، خدا مرگش بده، چقدر قشنگ حرف میزنه. خب ریختن بزننش، آقا فرمون کارش نداشته باشه، نظر خودشو گفته، کارش نداشته باشه.
حتى قصة حرق الغلا غير ثابتة في هذا السياق أبدا، لا يمكن قبولها. بل إذا ببینید روش علی ابن ابی طالب ما یاد بگیریم، اینا رو بیاموزیم، اینا رو بگیم به مردم. علی ابن ابی طالب با خوارج چه کرد؟ میگفتن کافر، بد میگفتن، فحش میدادن، هیچ کارشون نداشت. حاکم اسلامی هم بود، یعنی قدرت داشت، یعنی اعطاهم حریت الفکر ایضا، میتوانست همشون رو بگیره زندان کنه بکشه، میتوانست، نکرد. تا کی؟ چرا جنگ نهروان درست شد؟ اینو من دلم میخواد دقت کنید بهش. جنگ نهروان چرا درست شد؟ اینا، این خوارج شروع کردن به یه حرکاتی، زعزعوا الامن واعتدوا على الناس، شروع کردن به کشتن مردم. حتی زن حامله رو وقتی شوهرش گفت که نه من قبول ندارم علی کافر شده، شوهر رو کشتن، زن حامله رو هم کشتند. خب خبر بر ابن ابی طالب رسید، شروع کردن این حرکات رو در داخل مملکت علی ابن ابی طالب. آقا چه کار کرد؟ باز باشون جنگید، حوارهم نگرفت بکشدشون، ازشون خواست نماینده بفرستید جمعشون کرد، گفت ببینید به من بد بگید عیب نداره، بگید، میگید من کافرم، بگید، اما شما حق ندارید نسبت به حقوق مسلمون ها تعدی کنید، حق ندارید خون اینا رو بریزید، من حمایت از شما میکنم تا وقتی که فقط با حرف زدن فحش بدید. حالا فحش میدادن دیگه، ساب بود، مگه ساب به ولی غیر از ساب و نبی تفاوت نمی کنه؟ کاری تو ندارم، اما دست به کشتن این کارا رو ترک بکنید. اونام خیلی صریح در مقابل علی ابن ابی طالب گفتن نه، ما رو عقیده خودمون باید بزنیم، هر کسی عقیده ما رو نداره بکشیم. حضرت الان به این نمیشه، وما اخذ الله على العلماء من لا يقهر على كذبه الظالم ولا سفه المظلوم. چون من علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و حاکم اسلامی حافظ حقوق این مردم هستم، اگر نظرتونه پس بیاید با ما بجنگید، سراغ مردم نرید، بیاید بجنگید مردانه، شماها با من بیاید بجنگید، نه اینکه برید سراغ مردم بکشیدشون، غیر نظامی، زن، بچه. خب گفتن باشو میجنگیم. در اینا من دلم میخواد عنایتش برمایید، در داخل مملکت خودش علی ابن ابی طالب، اینا اهل اون مملکتن، نیروهای امنیتیش رو نمیتونست بفرسته اینا رو یکی دستگیر کنن، تو زندان، تو انفرادی بندازن، عرضم به حضورتون که انقدر بزننشون تا بیان اعتراف کنن ما اشتباه کردیم، نمیتونست. خب میتوانست هم این کار رو بکنه. داخل مملکت خودشون به اینا فرصت داد تا عده و عده تهیه کنن، پول جمع کنن، یارگیری کنند، اجازه داد بهشون در یک محلی به عنوان جبهه داخل مملکت علی ابن ابی طالب انتخاب بکنن، رفتن اونجا مستقر شدن، روزهای تمرین جنگ میکردن اونجا. حضرت فرموده بود وقتی آماده شدید به من خبر بدید. داخل مملکت خودش، کدوم حکومت امروز در دنیا به مخالفینش اجازه میده مخالفین جنگی محارب داخل مملکت برن یک گوشه عده و عده تهیه کنن، مال تهیه کنن، افراد بگیرن، برای جنگ آماده بشن؟ کی میکنه؟ علی ابن ابی طالب صبر کرد، اینا تمریناشون رو مشغول بودن و یارگیری و عده و عده پول اسلحه بخرن یا چه کنن. بعد اعلام آمادگی کردن که ما آماده جنگیم. علی ابن ابی طالب را افتاد با لشکر آمد. خب جمعیت اینا حدود بین 5 تا 7 هزار نفر، اینا که نوشتن این تعداد بود، جمعیت لشکر علی ابن ابی طالب زیاد بود. تا رسیدن اونجا اصحاب این فرماندهان لشکر امیرالمؤمنین با آقا امیرالمؤمنین عرض کردن که آقا جمعیتشون کمه، یکی 2 ساعته جمعشون میکنیم، خلاصه بزنیم بکشیم و برگردیم خونه زندگیمون. علی ابن ابی طالب از یک ماه نوشتن 15 روز، یک ماه تا 3 ماه معطل کرد جنگ رو. هر روز صبح میامد براشون صحبت میکرد، لأن تهتدي إلي طائفة أحب إلي من أن أقولها على ضلالها. عصر میامد صحبت میکرد، شب صحبت میکرد، بعد نمازشون میرفت صحبت میکرد، هی معطل کرد. سوال دارید بیایید بپرسید، بیایید بحث بکنین، بیایید عقیدتون رو، من اگر شما منو قانع بکنید منم حرف شما رو بزنم. رو در رو جمعیت زیادی از اینا برگشتن، جز 500-600 نفر نموندن، همه در اثر این صحبت ها برگشتن. اون 500-600 نفر گفتن نه، ما بر نمی گردیم، می جنگیم، بامونم نجنگیم، می آیم مردم رو می کشیم. علی ابن ابی طالب با این 500-600 نفر جنگیده، جنگید،
یه عده کشته شدن، یه عده مجروح شدن، یه عده فرار کردن. حضرت فرمود کشتگانشون رو کفن کنید، دفن کنید، اینا مسلمانند. اونایی که مجروح هستن بگیرید معالجه شون کنید و بعدم معالجه شدن آزادن. یه وقت نگید اینقدر پول باید بدن تا آزاد بشن، اسیر نیستن اینا. اونایی هم که فرار کردن تعقیبشون نکنید، بکشید. حتی اون خطبه نهج البلاغه هم لا تقتلوا الخوارج من بعدی داره. خب این علی بن ابی طالب و رفتارش با کسی است که معانده و سبش میکنه. ارقى نموذج للتعامل الانساني. سيدنا اذا تسمحون هنا الذي تفضلتم به عرض رائع ومتكامل، لكن يوجد هنا اشكالان او سؤالان اذا صح التعبير. السؤال الاول ولنبدا به مثلا، وهو مرتبط بموضوع التقريب بين المذاهب وليس الوحده، لان السيد البروجردي كان يعتقد بالتقريب بين المذاهب، وهذا بحث طويل لا اريد ان اسال عنه. سؤالي في شاهد محدد وهو التالي: حينما كان هناك حوار بين شلتوت والسيد البروجردي والشيخ شلتوت، توصلوا الى نتيجه الى محوريه حديث الثقلين، لانه بالنهايه حجه او لانهم رواد ثقاع للنبي، وبالتالي المذاهب الاخرى تقبل هذا الامر، واعترفوا رسميا بأن اتباع المذهب الجعفري هو أمر مجاز إلى جانب المذاهب السنية الأربعة. الآن السائل والمشكل يقول: لماذا لا يحصل التعامل بالمثل؟ لماذا السيد البروجردي نفسه لم يفتي أيضا بجواز التعبد بالمذاهب السنية أو بأحدها لا أقل؟ ولماذا لا، يعني في النهاية لابد أن يكون التعامل متساوي، لا أننا فقط نريد أن نأخذ المكاسب والإنجازات من خلال هذا الحوار، وإلا سيكون هو حوار من طرف واحد. در مسئله تقریب این نکته رو من باید عرض کنم که مسئله مذاکره بدبستانی نبود. این تفاهمی بود که منطق یکدیگر رو بفهمند. همین حدیث ثقلین رو که آقای بروجردی مطرح کرد، اینجا اون نوشته آقای عاشق قوام وشنوی هم اونجا از هر خود چاپ کرد، اونجا حدیث ثقلین اینه: نیتار کن بیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی این تمسکتون به هما لن تزلو من بعدی. آقای بروجردی فرمودند که نسبت به حدیث قدیر خب تواتر هست، اما یه عده انکار دارن نسبت به تواتر حدیث قدیر، اما در حدیث سقلین هیچ کس تردید نداره، این متواتره. خودشون تصریح میکنن متواتر یعنی حجته، هم حجت برای ما هست هم حجت برای اهل تسنن. آقای بروجردی اینجا یه منطقی داشتن، حرفشون این بود که در این حدیث که ثقلین مشخص کرده کتاب الله و اطرتی، یعنی برای اطرت معادل کتاب حجیت قائل شده. ما این تمسکتم به ما، تمسک یعنی چی؟ یعنی استناد. استناد در چی؟ در دین، در عمل. یعنی اگر استناد به کتاب کردید، استناد به اطرت کردید در عمل و در زندگیتون، لن تزلو من بعدی. این مفاد حدیثه. آقای بروجردی حرفشون این بود، منطقی که پشت پرده بود. من این رو نوشتم، حالا این کتاب با شما حتی لو تنزلنا و قلنا سنتی فالناقل الامین للسنه النبویه هم الائمه و هم محل قبول کل المذاهب. آقای بروجردی یک نظریه داشت، یعنی مطلبی که آقای بروجردی وارد تقریب شد تاکتیک نبود که فعلا مصلحته، نه، استراتژی بود، یک کار راهبردی بود، ریشه ای بود. آقای بروجردی میفرمودن که ما الان شیعه که هستیم، ما این اطرت هستن. اطرت کیا هستن؟ ائمه طاهرین. خود سنی هم قبول دارن دیگه، اطرت ائمه طاهرین هم امیر المؤمنین فاطمه و زهرا اینا هستن دیگه و اولادهم المعصومی. اینها ما شیعه ها نسبت به اینها عقیده امامت و ولایت داریم، ما جمعیت شیعه این هستیم. وقتی امام میدانیم و ولی میدانیم، قولشون برای ما حجته. این مسئله شیعه است. آقایان سنی ها قبول ندارن امامت و ولایت رو قبول ندارن. خیلی خوب، این یه مرحله، بری کنار. بعد از این یه مرحله دیگه داریم. طبق حدیث ثقلین امامت رو استفاده نکردن، ولایت رو استفاده نکردن، حجیت قول استفاده میشه یا حجیت قول استفاده نمیشه؟
این بحث اصولی است دیگه، بحث کلامی نیست، بحث اصولی است، اونا قبول دارن. ولا اقل انهم رواه ثقات و لذا شیخ محمود شلتوت هم این منطق را از آقای بروجردی پذیرفت و لذا هم شیخ محمود شلتوت هم آقای بروجردی در صدد بودن که اون روایاتی که هم رواتش رو روات شیعه‌ای که اونا موثق میدونن و هم روات سنی که ما موثق میدونیم اینا رو جمع بکنیم. این در این فکرها هم افتاد مرحوم شیخ محمود شلتوت. خب سنی میاد میگه من ولایت و امامت رو قبول ندارم، تمام نشده قصه. حجیت قول رو قبول داری یا حجیت قول رو قبول نداری؟ حجیت قول یعنی قول علی ابن ابی طالب حجتون، قول جعفر ابن محمد حجتون، قول علی ابن موسی رضا حجتون، اونو قبول کردن. این هست، این هم مرحله دومه. بعد اگر کسی در بین آقایان اهل تسنن حالا نخواست جانب انصاف رو رعایت کنه، گفت حدیث ثقلین رو هم قبول ندارم، من قبول ندارم، آقای بروجردی یه منطقه دیگه داشت، ایشون همون نقطه‌ای که شما اشاره کردید. شما میگید سنی، ما موظف هستیم به کتاب عمل کنیم و سنت نبوی. خب سنت نبوی ما در اینجا نقله ثقه سنت نبوی غیر از ائمه کیا هستند؟ وقت آقای بروجردی اینجا ریشه ای برخوردون کرد. عمر ابن خطاب اول، ابوبکر هم ابتدا خلیفه اول بعد خلیفه دوم، نه کردن از کتابت سنت. خب این همه خودشون نوشتن حدیث کتابتش ممنوع، حتی جمع کردن و سوزاندن. عایشه نقل میکنه، عایشه نقل میکنه که پدرم دستور داد روایات رو جمع کنن، من خیال کردم میخوان تدوین کنن، بعد دیدم اینا رو داخل دیگ ریختن، دیگ آب جوش ریختن یا آتش زدن. اینا عایشه نقل میکنه، روایتش هم روایت عامیه خود اونا. ولذا من از کتابت حدیث در بین اهل تسنن بود و اقتدار داشت، در کل دوران بنی امیه بود تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز است که در سال 102 یا 103 هجری دستور داد که این قصه جمع بشه، چون به عمر ابن عبدالعزیز گفتن روایات فراموش شده، سنت فراموش و این باید جمع بشه. افرادی که حدیث بلدن یا حدیث دارن دارن میمیرن، دستور داد که من برداشته بشه، اما برداشته نشد. عمر ابن عبدالعزیز که از دنیا رفت دوباره من بود، ولذا اولین کتابی که تدوین شده و چاپ شده 160-170 هجری موطع مالکه، قبل او کتابی نوشته نشده. آقایون سینه به سینه فقط تونستن نقل کنن، یعنی 170 سال حدیث نبوی و سنت نبوی سینه به سینه نقل شده، درست؟ وقت آقای بروجردی میگفتن این مطلبی که من عرض میکنم در مقدمه کتاب جامع احادیث شیعه آقای بروجردی نوشته، در بین ما علی ابن ابی طالب همیشه با پیغمبر بود، نه فقط در مدینه، در مکه هم با پیغمبر بود، از آغازی که مبعوث شد به رسالت علی ابن ابی طالب بوده. و خود علی ابن ابی طالب هم روایت هست که بزرگان نقل کردن که من وقتی از آقا سوال میکردم از آقا رسول الله جواب میداد، وقتی صحبت میکرد من مینوشتم مثلا چه میکردم، اگرم صحبت نمیکرد من سوال میکردم دائم. خب اهل تسنن عمده روایات اینجوری که بعد 170 سال جمع آوری شده از 3 نفر راوی عمده نقل میکنن: عایشه، ابو هریره، عبدالله عمر. درست؟ عبدالله عمر زمان رحلت آقا رسول الله چند سالش بوده؟ چند سال آقا رسول الله درک کرده؟ 2 سال؟ 3 سال؟ عایشه چند سال همسر پیغمبر بوده؟ سال 3 یا 4 آقا گرفته؟ 6 سال؟ بعد در شبان روز چه مقدار پیش آقا رسول الله بوده؟ 9 نفر بودن دیگه. این شب سهمیه داشته مثلا در 9 روز یک بار. بعدم آقا رسول الله که همیشه تو خونه نبوده، تو مسجد بوده، پیش افراد بوده، وقت استراحت خانه بوده. چقدر میتوانه عایشه نقل کرده باشه؟ ابو هریره اسلامش کیه؟ اسلام آورد 2 سال قبل از رحلت پیغمبر، بعدم رفته بحرین، سفر بحرین داشته و برگشته، 1 سال کامل پیغمبر رو درک نکرده.
این سه نفر راوی اصلی شدن در روایات، درست؟ اون طرف روایات ما علی ابن ابی طالبه و ما در روایاتمون که آقای بروجردی رو تأکید میکردن زیاد داریم کتاب و علیین، کتاب و علیین، و روایات زیاد از امام صادق امام باقر هست فی کتاب علیین کذا. کتاب علی چیه؟ اون چه که علی ابن ابی طالب با قلم خودش نوشته، توجه فرمودید، از پیغمبر شنیده نوشته، و این در بین ائمه ما بوده، یعنی امام صادق حتی به بعضی ها نشون داده، توجه فرمودید، فیها جمیع الاحکام و امثال اینها نشون داده. ما سنت نبوی را مکتوب از مثل علی ابن ابی طالبی که در تمام 23 سال کنار پیغمبر بوده از اون نقل میکنیم، و روایات زیادی ما داریم. امام صادق میگه اون چه که من نقل میکنم از احکام از پدرم شنیدم، پدرم از پدرش شنیده تا رسول الله. سيدنا لكن في هذا السياق هم البعض قد يسأل مثلا بعض علماء السنة قد يطالبون أو يرغبون يقولون كما أننا اعترفنا بالمذهب الإمامي الجعفري. بله. حالا حالا. فلا بد من الطرف المقابل حتى لو هناك إشكالات وإلا لن يكون هذا إنصاف. نه إجازة بله. بالنتيجة شو مشي؟ نتيجة إيه مشي؟ بن إنه ما خام بيجام. ولذا ما أئمه ما آمدن نقلة سنة هستن، اونم نقلة صحيح. یعنی شما فرق بگذارید بین این که این سنت بدون کتابت سینه به سینه 170 سال منتقل شده باشه یا مکتوب به وسیله افراد مسند نقل شده باشه، کدام؟ اینا فرق میکنه با هم. ولذا آقای بروجردی حرفش این بود که خود اهل تسنن هم سنت پیغمبر رو اگر بخوان اخذ بکنن، سنت پیغمبر از طریق صحیحش باید اخذ بشه و او طریق جعفر ابن محمده، و واقعا هم خارجاً اینجور بوده. ائمه مذاهب اربعه یا مستقیم شاگرد امام صادقن یا با واسطه شاگردن، چون علم و سنت در بین اینها بوده. خب حالا ما وقتی از این سنت مکتوب برخورداریم، معقول نیست بگیم شما بیایید اینو رها بکنید برید از سنتی که 170 سال رها شده و تدوین شده از او بگیم تبعیت کنید. ورزا ایشون میفرمودن ما اگر ولایت و امامت ائمه رو قبول نداریم حجیت قولشون هست، اگر اینو قبول نداریم ائمه طاهرین باید از نظر ما نقله ثقه سنت نبوی باشن، چون در بین اهل تسنن هیچ رجالی این ائمه رو تضعیف نکرده. امام صادق رو همه تعریف ازش میکنن، امام باقر رو تعریف میکنن، تضعیف نسبت به هیچ کدام تا امام عسکری نداریم ما. خب آقای بروجردی حرفشون این بود تقریب، اینو فرمایید، تقریب بین شیعه و سنی بر مدار کلمه اهل بیت شکل میگیره، یعنی افراد مسلمان از هر مذهبی هستن یا به امامت و ولایت ائمه معتقدن یا به حجیت قولشون یا به روایت هم عن السنه. توجه، این اساس فکر آقای بروجردیه، توجه فرمودید. ولذا این معنا رو پذیرفت آقای شلتوت، ولذا منطق به این مقدار پذیرفت که اگر کسی از سنی آمد شیعه شد خب حجیت قول دیگه، حجیت قوله. اما ما نمیتوانیم بگیم که ما علی ابن ابی طالب 23 سال کنار پیغمبر رو رها کنیم بیایم از ابو هریره بشنویم. بلحظ ما بینتم واستدللتم عليه، واضح سيدنا. اذا تسمحون هناك بعد اخر ايضا، انتم عرفتم البعد الانساني في الدين بعمق وبالادله وبسيره الامام علي ابن ابي طالب كيف تعامل مع الخوارج، وحتى سمح لهم بحريه التعبير ما يعبر عنه أزادية بيان ما لم يعني يشهروا سيفا او يعتدوا على الناس. هنا السؤال، لانه ايضا من احكامنا الاسلاميه يعني الكتب الضلال ووجوب حرقها وإتلافها ومنعها عن المجتمع، والآن في زمن التكنولوجيا والتقنية والعالم صار قرية واحدة، هذا صار غير ممكن بل غير مفيد بل مضر، لأنه في النهاية أنت لو تمنع سيوجب هذا اشتهار. مثلا الآن لدينا معرض كتاب، إذا وضعنا ضابطة ومعيار لكتب الضلال لابد أن نتخلص من 70%، لأن الكتب كتب أديان وفلسفات وحضارات، وبالتالي كيف يمكن أن نقدم مقاربة لهذا الحكم؟ شرائط الزمان تفاوت کرده،
الان دیگه کتب زلال موضوع نداره، مثلا موضوع نداره اون احکام. چرا؟ برای اینکه ما حرف این که کتب زلال رو میزدیم گمراه میکنه، این که اگر نباشه بین اجتماع مسلمی شبهه ایجاد نمیکنه، بی خود کسی شبهه بیاندازه. الان که هر تلفنی که دست هر بچه ای هست قابلیت داره تمام آثار مکتوب از هر مذهبی از هر شخصی بیاره در این تلفن، اینجا کتب زلال موضوعش چیه؟ ولذا الان وظیفه ما تفاوت کرده. ما به جای کوبیدن دیگران، ما هی بیام سنی لعنش کنیم چی کنیم فلان، به جای این کوبیدن ها یا مسیحیت، ما فقط وظیفه‌ای که داریم بیایم خودمون رو عرضه کنیم. ما بگیم چی داریم، علی ابن ابی طالب چی داره، بیان الفکر و دلیل و الحوار العلمی. الان وظیفه‌مون اینه. این عرضی که من میکنم مستند به کلام امام هم هست. وجود مقدس علی ابن موسی رضا، آقا امام رضا این حدیث رو دارن، رحم الله من احیا امرنا قیل و من یحیی امرکم قال الذین یتعلمون علومنا و یعلمونها الناس فان الناس اذا عرفوا محاسن کلامنا لتبعونا. ما نمیخواد شیعه درست کنیم، ما نمیخواد مسیحی رو بیایم مسلمان بکنیم، ما بیایم معارف اینا رو عرضه کنیم. توجه فرمودید؟ عرضه کنیم، نهج البلاغه رو عرضه کنیم، صحیفه سجادیه، رساله حقوق امام سجاد رو بیایم عرضه بکنیم، اینا رو بشناسونیم، بگیم در دنیا میان میگن حق مردم اینه، آزادی بیان که فرمودید، حق انتقاد از حاکم دارن، حق مردمه. رساله حقوق امام سجاد میگه این حق مردم نیست انتقاد کردن، حق حاکم بر مردمه که ان نصیحت لائمه المسلمین، این حق رو حاکم داره که مردم باید نصیحتش کنن. این خیلی این عجیبه، این توجه به خصوصیتش فرمایید، یعنی اگر مردم انتقاد نکردن از حاکم، حق حاکم رو به جا نیاوردن. این یجب علی الناس ان تنتقدوا، این بالاتر از این حرفه. خب اینو ما به دنیا عرضه کنیم، ما اینو بگیم، ما بیایم بگیم که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. الان وهابیت بخواد بیان کنه برای مردم چی میخواد بیان کنه؟ اطیع الله و اطیع الرسول واجب، اولی الامر همین سلاطین، همین حکام، همینایی که هستن اطاعتشون واجبه. خب اینا ظالم هستن، کسانی هستن با کودتا آمدن مسلط شدن، طبق نظر آقایون و قبول شده در کلام آقایون اطاعت اینها واجبه، با اینکه قرآن میگه اطاعت ظالم واجب نیست. خب اینجا یه سوال میشه، اسلام میخواست اطاعت ظالم رو، کسی که با زور مسلط شده، با حق بازی، با کودتا مسلط شده، اطاعت این رو میخواست واجب کنه، اصلا اسلام برای چی آمده؟ خب در جاهلیت عرب هم که همین بود، اسلام فقط آمد در جاهلیت عرب، اگر تبعیت از ظالم نمی کردن مجازات دنیاوی داشتن، می زدن می کشتنش. پیغمبر فقط آمده بگه، فقط مجازات دنیاوی نیست، اگر ظالم رو چیز کردی، در ضمن اطاعت نکردید، نه تنها مجازات دنیاویه، خدا هم فردا مجازاتتون میکنه، عقاب اخروی هم داره. اینه دیگه، اینا کدوم انسان عاقل و آزاد میپذیره؟ ولذا ما میایم میگیم اصلا اینجا اولی الامر افراد معصومن، حتی مرجع تقلید، مرجع تقلید با همه قداستش قولش جز در فتوا حجت نیست، در موضوعات قولش حجت نیست، فقط در فتوا، اونم از باب اینکه تخصص در احکام داره، مثل طبیب که قولش در امور طبی حجته، مرجع تقلید هم در فتوا، در احکام، در موضوعات خارجی حجت نیست، نمیشه تقلید کرد، خود شخص باید تحقیق بکنه. ما وظیفه‌ای که امروز به عنوان شیعه داریم این است که ما باید معارف اهل بیت رو عرضه کنیم، نمیخواد دیگران رو بکوبیم، نمیخواد بریم غلط و غلوطاشون رو بگیریم. سیدنا في هذا المنطق انه في الساحه الفكريه والثقافيه انه اذا اختلفنا سواء الاسلاميه او المذهبيه، اذا اختلفنا مع مفكر او كاتب او عالم نقول هذا ضال، هذا منحرف، هذا احذروا منه. هذا المنطق ليس منطقا اسلاميا.
ببنيت. وإنما لابد أن نحاور الحجة بالحجة، الدليل بالدليل، نقول هذه الفكرة صحيحة، هذه خاطئة، هذه لها سياقها مثلا الاجتماعي والمعرفي، وبالتالي صدرت في هذا السياق. يعني لابد أن نمتلك هذا الأفق الواسع في التعامل مع الظواهر الفكرية الحساسة. سيرية أئمة إن بوده كبحث بكردن بطرف متهم نمي كردن، یا حتی در بین ما گاهی از اوقات سوء استفاده هم هست. مثلا عرضم به حضورتون که در حالا اون حدیث چیز هست که اذا ظهرت البدع فعل هذا، نه نه نه، اونجا که هست که تهمت بزنید باه توهم، حدیث باه توهم، این اصلا بد معنا شده. باه توهم نه اینکه بهتان بهش بزنید، لهم نه، حجت رو برشون تمام بکنید که در بهت بره در مقابل شما. احسن تو این ما بد معنا میکنیم، توجه فرمودید؟ نه، ببینید ما باید عرضه کنیم همون سیره که ائمه داشتن. مخصوصا امروز ما گاهی از اوقات مقدسی خودمون رو میخوایم داخل فقه بکنیم، داخل قرآن بکنیم. نه، اونی که کتاب خدا هست و جادل هم سبیل رب الحکمه والموعظه الحسنه، احسن توجه بود، اونی که هست قولوا للناس حسنا. الان ما برای انسان ها ارزش قائل باشیم و بعد نسبت مرجعیت شیعه، خود آقای بروجردی میگفتن مرجعیت شیعه پدری هست نسبت به شیعه، اما پدری نسبت به شیعه هست اهل تسنن چی؟ خود ایشون اون ایام بودن، اون وقت فرانسه در الجزایر میکوبید الجزایری ها رو، الجزایری ها استقلال میخواستن دیگه، خاطرتون هست اون جمیل بوپاشا خاطراتش رو نوشت و کشتار میکردن در الجزایر. آقای بروجردی فرموده بودن ما خیال میکنیم نسبت مردم الجزایر وظیفه نداریم در مقابل اینها که دارن ظلم میکنن، ما وظیفه داریم، توجه فرمودید؟ نسبت به سر قصه فلسطین عبدالناصر برای آقای بروجردی نامه نوشت که شاه ایران میخواد اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، آقای بروجردی اقدام کرد نگذاشت. یا عبدالناصر باز نامه نوشته کمک خواسته برای فلسطین، آقای بروجردی می نویسه که مردم کمک بکنن. یعنی ما این پدری رو که مرجعیت شیعه داره، این رو نسبت به همه انسانها، حتی سهم امام شما فرمودید از زکات و المؤلفت قلوبهم، معناش چیه؟ معناش چیه؟ اونجا در آفریقا اصلا بت پرستن، زلزله آمده، سیل آمده، ما توان داریم، چرا کمکشون نکنیم؟ از سهم امام چرا کمکشون نکنیم؟ اینا انسان هستن. سيدنا فليكن هذا سؤال مسك الختام هذا الحديث المعروف وعدة أحاديث في هذا المنطق، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها يلتقطها ولو كانت في صدر المنافق. هنا كعلماء مسلمين بشكل عام، إذا وجدنا حكمة نورا علما نافعا في التراث البوذي، في التراث الهندوسي، في التراث اليهودي، يجدر بنا أن نستفيد منها ونوظفها ونسترفد منها. يعني مثلا أنا كعالم إسلامي قد مثلا أنصح طلابي أن يقرأوا كتابا لعالم من دين آخر أو من مذهب آخر، هل هذا أيضا من أخلاقنا اعترافا بجهده، اعترافا بالعلم النافع الذي لديه، أو لا يمكننا أن نفعل ذلك؟ ما خد آقا رسول الله كفرمود أطلب العلم ولو بالسين، در چین در زمان آقا رسول الله چی بود که مسلمان ها برن یاد بگیرن؟ تفسیر بود، فقه بود، حدیث بود، صنعت چین بود، توجه کنید، صنعت چین بود، برید یاد بگیرید. لو کان العلم فی السریا لتناوله رجال من الفرس، اینم باز هست، این چی؟ حتی لو کان علما دینیا، ليس فقط علما، ببینید هر چه باشه، هر چه ما حتی عرضم به حضورتون که در جای اینو فتوا میدیم، فتوای فقهی میدیم، اگر علمی باشد که مسلمان ها احتیاج بهش داشته باشن، ما میگیم واجب عینی است که جوانهای مسلمان برن اون علم و دانش رو فرا بگیرن که مسلمان ها مستغنی بشن، واجب عینی است. اگر عده‌ای رفتن سراغش، اون وقت که واجب کفایی میشه، توجه فرمودید؟ خود آقا امیرالمؤمنین در همون عهدنامه مالک اشتر مگه نمیگه قبل از تو بزرگان اینجا بودن، سنت های خوبشون رو حفظ کن؟ خود اسلام که آمده چند تا سنت جاهلیت رو حفظ کرده، طواف هفتگانه مگه سنت جاهلیت نبوده؟ قبل از ما بوده. الکرم، الجود، المروءة، شجاعة، صفات اخلاقی طیبه، این اشهر حرم که در قرآن هست مگه این سنت جاهلی نبوده؟
که می جنگیدن، غارت می کردن. این 4 ماه که می شد می گفتن امنیت باشه که به اصطلاح کارامون رو انجام بدیم. خب مگه پیغمبر محترم ندانست اینها رو؟ قرآن مگه محترم ندانست؟ سنت های اقوام، ملل، اونجا سنت جاهلیت بود. جاهلیت هم بتپرست بودن دیگه، لات و عزا بوده و هبل بوده، این که بود موحد نبودن که. سنتشون رو پیغمبر حفظ کرده در قرآن، وقت ما چجور سنت دیگران، سنت خوب دیگران رو حفظ کنیم؟ گاهی در ایران به مثلا سنت نوروز حمله میکنه، خب چرا یه سنت خوبه در بین مردم چرا اینو از بین ببریم؟ توجه فرمودید؟ ارث ثقافی طیب و مفید موجود في المجتمع. سنت هایی که در عالم دارن، اقوام مختلف دارن، خوبه. این که ما بیایم بگیم اسلام آمده همه چیز قبل از خودش رو باطل کرده، نه، او در مسئله عقیده است، نه در هر سنتی. که مصدقا لما بین یدیه یعنی. و مهیمنه. ولذا آقا امیرالمؤمنین میبینیم همین جور بوده. لم يهدم کنیسه تن في الكوفه مثلا. به هیچ وجه متعرضشون نشد. اونجا وقتی اون دختر یهودی رو اون اصحاب معاویه میان گوشواره از گوشش، اون خطبه عجیب و غریب رو آقا امیرالمومنین که بفرماید یه مسلمانی اگر این خبر رو بشنوه سکته کنه بمیره، من ملامتش نمی کنم. مسلم مات من بعد هذا لما كان عندي ملوما. ببینید ملامت نمی کنم من. خب این امیرالمومنینه. بلیزا یک قدری بین اون چه که اسلام هست و اون چه که ما هستیم تفاوته. و من آخر میخوام عرض کنم از سید جمال الدین اسدآبادی این جمله نقل هست که خب در اروپا بود دیگه، در اروپا میگه در اروپا من اسلام رو دیدم اما مسلمان نبود، اما در کشورهای اسلامی مسلمان هست اما اسلام نیست. این واقعیته. دروغ اونجور که اونجا قبح داره بین اونها، پیش ما قبح داره؟ متاسفانه نداره. ما این مشکل رو داریم. باز جمله ای داره سید جمال، میگه الاسلام و محجوب بالمسلمین، یعنی کاش این مسلمان ها نبودن. چون ما وقتی این معارف اسلام رو نشر میدیم میگیم خب جاذبه، مردم میپذیرن، خیلی میپذیرن، اما نگاه به ما مسلمان ها که میکنن میگن وا ویلا، اگه این خوب بود اینا چرا اینجوری هم. و الان من میخوام راجع به شیعه این حرفا بزنم، الشیعتو محجوب بنا. رو تعالیم شیعه مذهبی است بر اساس منطق، بر اساس علم. ما هیچ من بحث نمی‌کنم. البعد الانسانی که ما تفضلتم. من این بحث رو مفصل کردم. دین نیامده علم بسازه. اقتصاد دین آمده هدایت بکنه، حاکم بر علومه. که این کسی که طبیب شد باید انصاف داشته باشه، این کسی که عالم اقتصاد شد باید انصاف رعایت بکنه. این داستان دیگه طولیت. اینجا ما نمیدیم علم درست کنیم. پیغمبر جالینوس نیست، پیغمبر ملا صدرا نبوده، پیغمبر فوق اینها رو آورده. ولذا شیعه منطقی که داره جذب میکنه افراد رو. خیلی از بزرگان که آمدن، ما از بچه های وهابی که تو دل عربستان بودن اونجا عرضم به حضورتون که میبینیم شیعه شدن، آمدن قم با چه شرایطی، برای اینکه معارف اهل بیت رو یاد بگیرن، اینجا تو قم هستن، مستبصرینی که هستن، این واقعیت داره. اما وقتی نگاه به ما شیعه ها میکنن میگن چرا کشورشون اینجوریه، اینا چرا فقیرن، اینا چرا انقدر خطا میکنن، اینا چرا دروغ میگن، اینا چرا هیچ برنامه ندارن. المنظومة الإسلامية لا تعاب بخطأ أتباعها وباشتباهات الإسلام أتباعها. محجوب بالمسلمين وشيئة محجوب بنا. شكرا جزيلا سيدنا، أحسنتم على هذا الحوار العميق. أمیدوار هستم که جوانان مسلمان ما یک آگاهی پیدا کنند، یک آگاهی داشته باشند. نگاه به من مسلمان، من شیعه نکنه، حتی نگاه به من روحانی مسلمانم نکنه، نگاه به علی ابن ابی طالب بکنه. ممکنه من در مسیر علی ابن ابی طالب نباشم، علی رو بشناسه تبعیت بکنه، حسین رو بشناسه. حتی گاندی هندی هم نسبت به امام حسین معتقد بود، جورج جورداق مسیحی نسبت به علی ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانیه. شما به علی ابن ابی طالب نگاه کنید، به امام حسین، خانم ها به فاطمه زهرا نگاه کنند، مجاهدات فاطمه زهرا، خطبه فاطمه زهرا، خطبه فدکیه، خطبه در
بين مهاجر وانصار علينا ان لا ننظر اليهم كشخصيات طائفيه ومذهبيه زينب قاده قاده لكل الاعمال به ما نگاه نکنن عمل من رو ملاک نگیرن اون معیارهای اساسی رو دقت بکنن و ما امروز در دنیا خود آقای بروجردی اینم باز عرض کنم در آخر مطلب آقای بروجردی اول کسی است که در اروپا برای شیعه ها مسجد ساخته که در هامبورگ مسجد ساخت ایشون حرفش این بود که ائمه طاهرین علت این که در مدینه موندن امیرالمومنین 25 سال خانه نشینی تو مدینه گذرون علی ابن ابی طالب نمیتونست راه بیفته بره یمن اونجا دوستانش بودن توی اونا میموند آزادترم بود امام صادق چرا ول نکرد بره ینبع تو مدینه موند علی رغم همه فشارها خب چرا آقای بروجردی میگفت ائمه میخواستن در مدینه بمانن چون مدینه مرکز مطرح دنیای اسلام بود به حج که می آمدن برای زیارت نبی می آمدن مدینه ولذا ما هم به تبعیت از ائمه باید در مراکز مطرح دنیا حضور داشته باشیم چرا؟ چون ما به عنوان تشیع حرف برای گفتن داریم حوار الادیان والحضارات والمذاهب ما حرف برای گفتن داریم وهم ايضا لديهم افكار مفيده نستفيد تتلقح الافكار سيدنا ما مثل باطنيه نيستيم که برداریم عقایدمون رو مخفی کنیم کسی ندونه نه ما ظاهر هر چیزی ولكن سيدنا اقول لابد ان نوسع افاقنا هم ايضا حرف برای گفتن دارن يعني لا انه فقط نحن حتى لا نكون انانيين يعني ناخذ تتلقح الافكار ونحن نطور افكارنا ايشون اونجا آقای محققی و هامبورگ فرستادن مرحوم آیت الله حائری حاج عامتی حائری رو به واشنگتن فرستادن آقای صدر بلاغی رو لندن فرستادن در مراکز مطرح دنیا حضور داشته باشیم و امروز در عصر ما از زمان آقای بروجردی 60 سال گذشته ما این سلیقه رو داریم و این فکر رو داریم که ما باید در مراکز علمی دنیا حضور داشته باشیم در دانشگاه ها ما در دانشگاه های دنیا باید اونها هم علاقمند هستن در شرح شناسی در شناخت مذاهب اسلامی غیر گذشته است سابقا وهابیت نمیذاشت کتاب های ما دست افراد برسه فقط کتاب های خودشون منابع خودشون الان دیگه این از بین رفته این فضای مجازی تمام کتاب های ما رو در دل عربستان هم برده دیگه عربستان الان ترجمات سیدنا ترجمات نهج البلاغه و صحيفه السجاديه الى الانجليزي حتى الادب الفارسي لحافظ وللرومي الان لها اثر كبير في الجامعات الغربيه احسنتم بلذا ما اینو میخوام به جوانو عرض کنم که ما مذهبمون جاذبه زیاد داره من فقط یک نمونه نقل میکنم قصه که مربوط خودم هست ول میکنم دیگه شما هم خلاص کنید من مکه میرفتم چند سال ماه رمضان اونجا تازه تلویزیون المنار شروع به کار کرده بود شبای جمعه دعای کمیل میخوند این دعای کمیل رو یک کسی میخوند قاری خیلی زیبا و قشنگ میخوند عربی هم بود اینجا مثل ما فارسی زبونا هی تیکه تیکه دعا رو قد نمیکرد روزه بخونه دعا میخوند پشت سر هم قشنگ ما اونجا خب چند سال بود که میرفتیم اونجا هم زیاد میموندیم این جوانهای سنی دورمون جمع میشدن باشون مانوس بودیم میرفتیم خونه شون افطار و سحر دعوتمون میکردن بحث میکردیم اینا میگفتن که ما دعای کمیل گوش میدیم شب جمعه که میشد اون ساعتی که تلویزیون المنار تمام این جوانهای سنی وهابی دنبال جایی میگشتن که تلویزیون باشه المنار رو بگیرن دعای کمیل رو گوش کنن حتی اون وقت ایرانیای ما و تلک میگفتن یه سریالی بود زمان شاه میگفتن سریال مراد برقی که وقتی پخش میکردن همه خیابونا خلوت میشد ایرانی ها میگفتن این سریال مراد برقی شونه دعای کمیل وقتی دعای کمیل ما جوان وهابی رو اینجور جذب میکنه ما چرا خصاصت به خرج میدیم در عرضه این معارف در هیچ مذهبی اینقدر که ما دعا در شیعه داریم هیچ مذهبی دعا نداره اهل سنت چقدر دعا دارن این دعاهای عجیب و غریب که ما داریم اصلا یه مخزنی است غنایی است و فی الزمن المعاصر على مختلف مشکلاتها الناس عطشه للبعد الروحي والمعنوي والباطني نیاز بشر به معنویت بیشتر از گذشته شده ما جدا نمیخواد بگیم شیعه بشید ما نمیخواد بگیم شیعه بشید اما این تراث معنوی رو عرضه بکنیم برای آرام کردنشون از این طریق
خیلی ها ما نبودیم پیششون، اما از طریق کتاب خوندن و دعا خوندن به علی ابن ابی طالب رسیدن، رفتن سراغ علی ابن ابی طالب. اینو توجه داشته باشیم، ما میراث غنی داریم، این میراث غنی رو خرابش نکنیم، ما فقط ارزش بکنیم. نمیخواد به هیچ کس حمله کنیم و بپریم و چه بکنیم، فقط عرض کنیم. احسنت و بعد ما هم اهل علم، عرضم به حضورتون که ما در مرجعیت شیعه رسالت بزرگی داریم. ما باید در این روزگار با گذشته تفاوت کرده، ما تکفل ایتام آل محمد اقتضا میکنه ما حافظ حقوق شیعه در سر تا سر دنیا باشیم، اما حقوق شیعه نه دیگران رو بکوبیم که شیعه قوی باشه، احترام الاخرین نه. مثل شیعه هم مثل دیگران از اون حقوق مدنی در هر کشوری برخوردار باشه، و در این مسیر هم هر کاری لازمه باید انجام بدیم، با گروه ها، با مذاهب، با دولت ها، با حزب ها مذاکره کنیم. التراث الاخر ايضا فيه قد يكون ادعيه جميله لقديسين لاولياء ايضا يستفيد منها لعله ايضا بله. لأن الناس في النهايه صالحين كما تفضلتم، الفطره الطيبه موجوده عند الزرادشتي، وبالتالي الان يعني نحن ننفتح ونستفيد كذلك. اقول يعني نقلب الموضوع ايضا علينا برای اداره جامعه. ما حتی من واتیکان رفتم، دانشگاه واتیکان رفتم، خیلی اونجا بودم و دقت کردم. البعد الفنی و الهندسی لهم، الحضاری ایضا، بعد هندسی در بعد تبلیغی هم یک کارهایی رو ما از اونها یاد گرفتیم، چجور مذهبش رو تبلیغ بکنم، گروه های تبشیری که بیفرستادن، بله یاد گرفتیم، یاد گرفتیم ازشون، از مدیریت کارشون فرا گرفتیم. ما هیچ وقت مذهب ما میگه در هیچ حالی ما غنی از فراگیری نیستیم، ما باید یاد بگیریم، غنی از تعلم نیستیم. این واقعیت قصه است، ما این رو بفهمیم. و ما در به عنوان مرجعیت شیعه این فکر رو داریم که امروز در دنیا ما کنار دیگران میخوایم زندگی کنیم، در کنار اونجا برادری نمیگن، اما هم مملکتی میگن، هم نوع میگن، با بقیه ما هم نوعیم، هر مذهبی داشته باشه، هر مذهبی داشته باشه. احسنتم سيدنا، مشكورين، اطلنا عليكم، وهذا الحوار يعني حري بالمتابعه من كل من يبحث عن البعد الانساني والقيم والاخلاقي في المنظومه الاسلاميه. شكرا لكم وحياكم ان شاء الله، موفق باشين.